اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوب لدار جواب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط حد هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم که رو پوشیده از شهر میگذرد و صبار راه لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم در سینه من به غیر کین تو مباد 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 نفرین تو باد و آفرین تو مباد ای دین تو بس بتر زهر کفر که هست هر کفر که هست باد و دین تو مباد شاید کمتر از 40 سال پیش بود که دکتر اسماعیل خویی وقتی که کتاب دینداری و خردگرایی رو بهش دادم بعد چند روز این رو برای من فرستاد
ایمیل نبود موقع، تلفن دستی هم نبود، فاکس هم نبود. و هم فرستاد اول یکی از کتاباش که امضا کرده بود میگفت. دکتر اسماعیل خویی از شخصیت هایی بود که متفکر چریکای فدایی خلق بود. یعنی کتاب کارل مارکس رو اون ترجمه کرد از انگلیسی به فارسی، به پارسی، و داد به امیر پرویز پویان و مجید و مسعود احمدزاده از بنیانگذاران. ولی دکتر اسماعیل خویی یکی از شخصیت های علمی فرهنگی و درست و پاکندیش تاریخ ایران بود. پس از اینکه بحث ها کردیم با هم، صحبت ها کردیم با هم و غیره، ایشون پذیرفت که اینها همه در زمان آریامهر اشتباه کردن و پیش از مرگش، سالها، چند سال پیش از مرگش، از پادشاه پوزش خواهی کرد و برای شهبانو پیام های فراوان فرستاد و گفت ما اشتباه کردیم اون موقع. یعنی رهبر و ایدئولوگ چریکای فدایی خلق. حالا بقیه گروه ها که جای خود داره. امروز درسی که میخوام بدم خیلی مهمه و مهرورزی کنید نه تنها گوش میکنید، یادداشت میکنید و در اینجا آن سیف، آن رجیستره میکنید، ذخیره میکنید، به دیگر یاران هم برسونید. خیلی مهمه، مثل همیشه مهمه، مثل تو این 40 خورده سال که عرایز سیاوش اوستا با مهر یزدان پاک نادرست هم نبوده است. امروز میخوام بهتون اول از هم بگم که دشمنان ما که زیادم هستند هرگز نمیخوان که ما قهرمان داشته باشیم. قهرمان داشتن خیلی خوبه، محبوب باشه یک کسی خیلی خوبه، اینا نمیخوان کسی محبوب باشه. چرا؟ چون چه در سیاست، چه در هنر، در هر چیزی اگر کسی محبوب باشه، در قدرت باشه، مردم دوستش داشته باشن، میتونه بشه مثل محمد رضا شاه و ایران رو به دروازه‌های تمدن بزرگ ببره، راحت کار خودشو بکنه بدون اینکه هر روز اغتشاش و درگیری و خون و خونریزی نباشه. اگر محبوب باشه مثل رضا شاه میشه، میاد یه ویرانه ای رو و سرشار از بیماری تحویل میگیره، یه ایران نو و آباد آزاد میسازه، بعد که میخواد بره میبینیم چی میشه. محبوب نباید باشی، قهرمان هم نباید باشی. برای همین از سالها پیش نظم نوین حاکم بر جهان که قدمت چند هزار ساله داره، مال امروز نیست، اینا یکی از تصمیم گیری هاشون این بود که قاطع هم پیشش رفتن که آقا توی کشور طرف محبوب نباید باشه، چه در فرانسه باشه و کشورهای دیگه و چه در جهان سوم باشه و ایران ما. در فرانسه شما در نظر بگیرید میتران 14 سال رئیس جمهور بود، خدمات بزرگی در سطح جهانی انجام داد. عامل اصلی صلح عرفات با شیمون پرز اسرائیل فلسطین او بود. لخ والسا رو اون از زندان به قدرت رسوند، نلسون ماندلا رو همونطور. از چکسلواکی و اونجا که آفریقا جنوبی بگذارید برو شیلی، سالوادر آلنده و اینها کشته شده بودن. یادتونه میتران بود که تحولات بزرگی در جهان به وجود آورد و چون من از نزدیک میشناختنش و با کاراش آشنا بودم اینو قاطع میتونم بهتون بگم. و روزی هم که از جهان رفت 100 خورده نفر در یونسکو جمع شدن، سر تا سر جهان، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر پایین تر از این نبود، شیمون پرز و یاسر عرفات هم اونجا بودن. سیاوش اوستا دوست حقیر و فقیر و شما نیزی که از اونها بود اونجا. من یک صحبت کردم، هر کسی میتونست 10 دقیقه صحبت کنه از این 100 خورده آدمی که اونجا بودن، که همه هم خوب صحبت نکردن. زن خود میتران هم حضور داشت اونجا. من نکته اشاره کردم، گفتم که سپاسگزار این مرد هستم که نه تنها از خمینی حمایت نکرد و اولین کشوری بود که خمینی رو به رسمیت نشناخت، بلکه دروازه های فرانسه رو به روی پناهندان باز کرد که هم اومدن اینجا و امکانات اون موقع سال 1970
80 به بعد 81-83 تا بعد تا وقتی بود امکانات خوبی بود. ما دو خط من می نوشتم برای هر کسی که این جونش در ایران در خطر بوده بهش پناهندگی می دادن و به ده ها نفر کاری کردم بدون که حتی یک شکلات ازتون بگیرم. این کاری کردم براتون یادتون باشه، بدونی که حتی بگم بیاین روزنامه ما رو فلانجا بذارید بفروشید فلان کار بکنید. اگه این کسایی برای من کار کردن توی سالها بهشون حقوق دادم، یعنی بهره کشی نکردم مثل که خیلی تشکیلات میکنن که تا برای کسی کاری میکنن دیگه میشه برده. همتون شاهدید و بسیار خرسندم که امروز این عزیزان من در ارگانهای بالای قدرتهای جهانی حضور دارن. خیلی خرسندم از این قضیه. حالا دشمن نمیخواد تو قهرمان داشته باشی. میتران قهرمان بود، میخواستن ترتیب شو بدن، مریض بود، خودش خداحافظی کرد، بدرود گفت رفت. جیسکار کاری نکرده بود، ولی بعد از اون آدمای دیگر شیراک رو در ترتیب شدن محاکمه فلان اینا، چون محبوب بود بین فرانسوی ها. بقیه همینطور، سرکوزی محبوبیت داشت و یه کاری هم کرده بود به نفع فرانسه بر علیه جان سوم، ولی دیدین چه بلایی سر شد که محکوم به زندانش کردن. همین مکرون رفیق ما الان رئیس جمهوره، دوران ریاست جمهوریش تموم بشه اگر اون ذکاوت خودش رو دنبال کنه امکان داره که برهد از این قضیه، وگرنه شما مطمئن باشین بعد از ریاست جمهوری بت شکنی میکنن، ترتیب شده که دیگه نتونه بیاد رئیس جمهور بشه و دادگاه و محاکمه های پرونده های الان این چیزهای اخیر را میزمینی زدن مکرون هست از قبل اینکه میخواستن بیزن بکشن. پس بت نبایستی هیچ جا باشه، شخصیت نبایستی باشه. جهان سوم بایستی خصوصا آدمایی باشن که تا میاد قدرت میگیره اگر رئیسیه بگم ما جلد جنایتکار هر و بعدم حالا میگیم بعد ریسیوری کیم بیاد میراسیون رو بیادمونه. روحانی هم بود، این همشون طی این 43 سال در قتل و جنایت و کشتار دخیل بودن و سهیم بودن. ملازم فرمایید. حالا از همه اینها که بگذاریم، نکته بسیار مهم مربوط میشه به سرزمین ایران خود ما. ما برای ایران برنامه هایی داریم، کارهایی داریم، بایستی بدونیم که ما در درون ایران کنونی قهرمان داریم، کسانی داریم که به ایران می اندیشن و در قدرت هستن. همین هایی که نفوذ کردن، همچنان که دشمن نفوذ میکنه، نیروهای ایرانی در برابر ان ایرانی ها نفوذ میکنن، قدرت به دست میگن تا بتونن برن بالا کارشون میکنن. همین کار را همه کردن در طول تاریخ. وقتی که کسی میخواد قدرت بگیره اول باید به قدرت خودشو بچسبونه. تا اگه خودت به قدرت نچسبونی که نمیتونی قدرت بگیری. مردم هم که همجور علکی نمیتونن بیان کسی رو برن بالا. اصلا مردم باید سازماندهی بکنن، تشکیلات داشته باشن، تو احزاب و غیره چیزی وجود نداره تو ایران. پس قهرمان باید خودش بلد باشه بچسبونه تا بیاد بالا. وقتی چسبوند اومد بالا، وقتی میرسه بالا ترتیب همه رو میده. ما از الان میخوام امروز نمونه هایی به شما بگم. مثلا شما در نظر بگیرید در ایران این تازیان حاکم هستن و زور و قتل و میدونید یک نفر ان ایرانی، حالا میگیم تازی و بیگانه و اشغالگر و همه، یعنی ان ایرانی یعنی ضد ایرانی، با یه قمه بیاد، با یه قمه همه فرار میکنن، بعدم با قمهش میزنه 200-300 تا زخمی و خونی میکنه چون خره. حالا کسی که میخواد بیاد در برابر او بایش بجنگه باید حتما قمه دو دستش باشه، به جای یکی هم دو تا بتونی مبارزه کنه بزنتش. اگه دستمون قمه نباشه تلفات میدیم، وقتی هم که تلفات دادیم او رو قمه به دسته میبره. برای همینی که هر جا دشمن حمله میکنه تو هر جای جهان سربازاشو او سابق با شمشیر و تیر و تیرکمان وارد شهر میکرد، مردم که مسلح نبودن توانایی رزمی نداشتن که نمیتونستن مقاومت کنن، یا یه شهر 1,000,000 نفری تسلیم یک عده سرباز حتی میگن 300 نفری میشد چون اونها مسلح بودن. حالا این جریان سقط میکنه به خاطر اینکه در ایران این شورش اخیر که کانونهای شورشی رزماور بودن، شما ببینید بچه‌هایی رو که اعدام کردن و یا کشتن، مثل حسینی، مثل کرمی، مثل رهنورد، مثل شکاری، اینا همه قهرمان بودن، همه قهرمان بودن. آدمای عادی تو خیابون بودن ولی ورزشکار بودن.
که هر کدومشون اومده تو میدون. دخترای ما الان دارن رفتن رزمیکار میشن، رزمیکار که اگه یه میاد میخواد بگیره بهش تجاوز کنه بعدم بره از بالا ساختمون بندازه پایین بگی خودکشی کرد، تا قبرون 10 تا از اینا لتو پار کنه. الان رزمیکار شدن بچه‌ها، الان دارن رزمیکار میکنن، رزمیکار شدن و قهرمانانه در میدان هستن، دارن بازی میکنن. حالا اونی که از شما باید بدونید، الان شوربختانه نکته که من بارها گفتم دیگر بار تاکید میکنم اون اینه که ببینید وقتی بنده خبری رو به شما میدم، این خبر خبره، نباید فکر کنید که نظره. فرق خبر با نظر رو پس باید فرق خبر و نظر رو بدونید. حالا یک انسانی که متعهده برای مردمش کار میکنه، برای آزادی، آگاهی، راستی، زرتشت میگه راستی رو بگسترانید، از دروغ پرهیز کنید. من نباید بیام رؤیاهای شما رو تو خبر بدم. اگر این گونه کار بکنم خلاف کردم، چون شما مثل این میمونه که بیرون داره بارون میاد شدید، من بیام تو خونه، بیام تو مغازه، تو دفتر، تو شرکت، بگم چه آفتابی است، بعد خانم ها آقایون میخوان برن بیرون با کچلوهای شیک و تر و تمیزشون و تا میرن بیرون میرن چه بارونی خیس، لباس ها داغون، خصوصا لباس شما اگه سفید رنگ روشن باشه تو بارون بیرون بدهد که باید بده خوشجوی. دروغ گفتم من، خبر بد دادم، اون نظر اونا رو دادم که هوا خوبه. بلکه باید بگم آقا بارون میاد، اینا میرن بیرون چتر رو بگیرن روی سرشون. این حرف رو بفهمید. شما دکتر، مهندس، استاد دانشگاه باشید دیر نمیفهمید، نمونه هاشو داشتیم هفته پیش، که توجه نمی کنید فرق نظر با خبر رو. خبر باید درست بگیم، بگیم آقا بیرون داره بارون شدید میاد، میخواید برید بیرون چتر باید داشته باشید، چتر نداری به تمرک تو خونه. حالا من نظری که به شما میدم، بخشی از موارد و برنامه های من نظر هست، خوب نظره، تا خداش را میریم نظرمونو میدیم در موردش. اما وقتی خبر به شما میدم که آقا این شد، اون شد، چنان شد، شما بفهمی تا خودت مسلح به چتر بکنی، اگه نداره. من 40 سال پیش بود، 41 سال پیش وارد پاریس شدم، رفتم در سیته دانشگاهی، اینجا میرفتن جمع میشدن دو روز و دعوا بود و هر کسی دکونی داشت و هیز بیداشت و سفره پر میکرد، دو تا کتاب و دعوا. اینا یه ما رفتیم از لبنان و سوریه، من وارد شده بودم به اینجا با قطار اومدم، تمام راه رو با قطار اومدم. بعد هی ما مشتاق اینا بودن که بابا فلانی اومده صحبت کنه برای ما سخنرانی. من اولین سخنرانی که اونجا کردم بود که شوربختانه این آخونده تا 10 سال دیگه خواهند بود، ما باید مبارزمون رو روی 10 سال برنامه‌ریزی سازماندهی کنیم. و بعدم صحبت گفتم، من خودم وقتی که از ایران خارج شدم رفتم اول توی لبنان بودم. چرا توی لبنان بودم؟ چون فکر می‌کردم آخونده 2 روز دیگه میافتن، من زود برگردم. بعد دیدم اینجا هستن، گفتم خوب یک زبان عربی بخونیم، یه دانشگاه بریم، یه درسی هم بخونیم. آقا درسم خوندیم و خیلی سریع هم رشد جلو رفتیم، چون با مهر خدا و مهر پدرم من قوی بودم روی این مسائل تاریخ و فلان اینا، چند کلاسی کلاس هم کردیم. و بعد دیدم هنوز اینا اونجا هم که، بعد حتی به جان ما تعرض کردن در اونجا و دیدیم آقا توی اونجا خطرناکی اصلا نمیتونیم اونجا دیگه برگرد. اومدیم گفتیم بیم اینجا، اومدیم فرانسه. بعد تا من گفتم که اینا 10 سال دیگه حداقل میمونن، این نیروهای اپوزیسیون اون موقع با من تماس گرفتن، آقا نگوی حرف رو. گفتم چرا؟ گفت ما داریم بینم میگیم 2 روز دیگه میریم، نیرو داریم میگیریم، تو میگی 10 سال دیگه مردم منفعل میشن. گفتم تا ای داری نیرو میگیری، نیرو باید بدونی که چقدر باید اینجا بمونی که برای خود چماده کنه، بره درس بخونه، زبان بخونه، مدرک تحصیلی بگی که فردا میخواد برگرده. تو میگی 2 روز دیگه میخواد بره، مثل من بدبختی بیچاره میشه، میرم اونجا وای میستم فکر میکنم 2 روز دیگه اینا میرن، بعد شب تا صبحم خواب ندارم اونجا، بعد یهو میبینم زیر ماشینم اون امکان داره بمب گذاشته باشن تو بیروت بپره بره هوا. درست شد بگی مردم اونجا، من احترام اینا رو می‌خواستم نگه دارم دیگه، اصلا نرفتم تو اون سیتی دانشگاهی، ولی می‌دونستم هر هفته دعوا می‌شد و فلان اینا. 10 سال جدیم شد 40 سال و هنوز هم میگم فردا میریم.
الان شورش های اخیر مردم سرزمین آریایی با این شجاعت و عظمت، این پایان کار رژیم بود. همینی که اسماعیل خویی اول سرود شما خوندم براتون، این موقع اون موقع 30 سال پیش گیر سرود میترسیدن همه بخونن. الان شما دارید شنیده بودین مال اسماعیل خویی، میترسیدن همه الان میترسن. خیلی اومده بودن شعره دیگه گفته بودن عوض کردن توی سالها رژیم نفوذ قدرت فن. ولی نقد دین، یعنی هر چی بدبختی ما تو ایران داریم فکر نکنین از شیخ و ملا و این و اون و اون بوده، استعمار و اینا، اونا همه از یک دکون استفاده کردن، از یک ابزار استفاده کردن، اون ابزار اسلام بوده، از دین استفاده کردن، دخل ما را آوردن و میارن. الان هم از دین استفاده کرده میکنن، دخل ما را میارن. شما تا این از ذهن مردم بیرون نیاری کارت خراب. آقا صدها سال پیش جدا از اینکه جنبش هایی در خود سرزمین های تازی پیش اومد، جدا از اینکه از زایش اسلام این ایرای ایرانی با محمد درگیر شدن، خلفا رو کشتن ایرانی ها بعد و و، تا الان خود این اندیشه مشکل بوده و ایرانی جنگیده با اینا، ولی میذارن هی فراموش کنیم. تا ما فراموش میکنیم دشمن وارد میشه. یعقوب لیس صفاری، نه یعقوب لیس سیستانی، به تو حالیت کردن که تو بگی سی صفاری، نه یعقوب لیس سیستانی، سرزمین دلیران، شیران، فرهیختگان، همه رستم، همه یعقوب. یعقوب لیس صفاری، درسته که صفار و چه با ولی پا میشه با تازی میجنگه، تازی ستیز عرب تو کشور خودش باشه ما باشه اصلا کار نداریم، ولی عربی که اومده توی ایران دعوای خودش رو با پسر ماش کردن، هم دیگر ماچ کردن دیگه، همون کردن، اومده از ما داره استفاده میکنه به نام علوی، با علوی ها صفار یعقوب میجنگه، با هر کسی که حتی میگه ما شیعه ما میجنگه، میگه برید تو خونه خودتون دعواتون بکنین، پسرمون انداختتت بیرونت کرده، با بنی امیه بنی عباس درگیر میخواین بشین و بعد من الان با بنی فیصل و اینا، بنی خامنه ای، بعد این خمینی، بنی موسوی، بنی حسینی، برین رو اونجا دعواتون رو بکنین. یعقوب لیسه، یعقوب لیسه، آرامگاهش مخروبه بود. در همین برنامه های تلویزیونی که من 25 ساله دارم، 25 سال برنامه تلویزیونی براتون دارم میدم، 3560 تا برنامه تاله براتون رفتم و به زبان فارسی و فرانسه و عربی، تا اون برنامه براتون گفتم سالها پیش نشون دادم مخروبه کرده بودن جندی شاپور بارگاه و آرامگاه یعقوب لیس رو. این قهرمانی که زبان پارسی رو یعقوب با شمشیر و فردوسی با سرایشش زنده کردن، برید بخونید بفهمید دنیا دستی کیه. آرامگاهش ویران شده بود. اینی دارم بخوام بهتون بگم که بدونید در ایران در قدرت‌های بالا، در هرم قدرت الان خصوصا، قبلا بود الان هم هست دیگه، الان بهتون میگم، ما ملت ایران نیرو داره، ایران پرست داره، امکان داره سید هم باشن ولی ایران پرست، سیدی رو اسمش گذاشته که بتونه جلو بره، بتونه پیش بره، خر میشه وقتی میگه سید فلان، ولی کاراشو ما میبینیم، کارهاش کارهای خردمندانه است، از این کارها زیاد شده. خب الان اون سالا چند سال پیش به شما نشون دادیم که بارگاه یعقوب ویرانه شده بود، بعد اومدن چند بار بسازنش، این یه نمونه است، امروز درس دارم بهتون میدم، اومدن چند بار اینو بسازنش، این حرامزادهای انیرانی، همین علوی ملوی تقوی پقیه حسینی محمدیمون که از شبه جزیره عربی اومدن دعواشون رو تو خونه ما، الان هم همین لباس عبا و چادر و روسری و اینا همه ما لباس صحراگرداست میپوشن، میان دختری خوشگل و تره تمیز ما رو با موهای افشون و زلفای پریشون و قد بالای بلند و ابرو نو کمون، اینها رو مورد ضربه و چه قرار میدن که کلاغ سیاه بشن مثل خود. چون کلاغ سیاه شما بزنید بدبختا، همتون باید اینا رو کتک بزنید، شما مردها باید از دختراتون دفاع کنید،
یه ها بر زنه ولی کلاقسی هست اومده زر میزنه بحث نکنین چه بزن باش بلاغت در کادر بالای قدرت در ایران با شما هستن ایرانی ها حتی دستگیر بشو بیاری ولید میکنن چون من به شما بگم قانون حجابی رو که اینها زمان احمدی نژاد تصویب کرده بودن ملغا شده تو ایران از نظر قانونی برینم دادگاه وکیلت وارد باشه وکیله وارد باشه ماده قانونی رو میده آقا این ملغا شده حجاب اجباری در ایران به برکت خون مهسا نیکا سارینای عزیزم و همه بچه ها ملغا شده میزنید کتکشم میزنید میرید دادگاه وکیلت باید بفهمه که بگه این ملغاست برای همینی که الان زر نمیتونم بزن اما اگر شما در میدان حاضر نباشید خب روز به روز اونها بیشتر فعالتر میشن قدرت تازی هم همونجور که تا حالا 1402 ساله بیگانه در ایران است بیگانه معینی کرمانشاهی سرود 15 سال پیش داریوش تازگی خوند بیگانه در ایران است اینا بیگانن تو میذاری بیگانه بیاد زن بچه تو کتک بزنه چادر سرد بکنه فیلم بگیرید نه یکی فیلم بگیره دو تا برید بزنید یارو رو کتکش بزنید قدرت با شماست قدرت از این بالاتر که بارگاه یعقوب لیس سیستانی رو پس از اینکه بارها اومدن بسازن اینا خرابش کردن الان ساخته شد زیبا شد قشنگ شد و زیارتگاه تو اونجاست بدبخت و کوروش هایی که بطانه حافظ و سعدی فردوسیه بدبخت این تازیه که اومدن ترتیبت دادن این همین کاره که با نیکا و دیگر بچه ها اینا کردن با بچه های مدرن میکنن اونا کردن با نیاکانه تو اینا رو عجر میدنی بالا سر میگذاری امامزاده ها حالا با صحبه میگوتیم امامزاده ها انقلابیون بودن که میجنگیدن علیه تازیان و فلان و فلان ولی الان که دکنون هاست شما برید به بارگاه یعقوب لیث زیادم برید فرمونم برید تا چشم اینا کور بشه اولین پادشاه ایرانی بعد از اسلام و احیاگر زبان فارسی یا همون یعقوب لیث صفاری مؤسسه سلسله صفاری در خوزستان شهرستان پسر ما یعقوب خانی درود که در زرفت فارسی در بشون نخستین هوادار شعر دری همون بود شاید خیال آدم از کجا تشریف بریم؟ از تهران دفعه اول میاد یا دفعه قبل اومدید؟ نه دفعه اوله متاسفانه چرا متاسفانه و احساستون چیه دفعه اولی که تشریف کسی که زبان ما رو زنده نگه داشته رو من نمیشن یعنی اصلا هیچ شناختی روش نداشتم خیلی کم در موردشون شنیده بودم خب یه جوری اصلا وظیفه‌مونه اینجور این تاریخ رو بدونیم چی و زنده نگهش داریم همین زبانی که ما داریم صحبت میکنیم مدیون یعقوب لیث هستیم بعد فردوسی و دیگر بزرگان شعر و ادب خب این کارها کارهایی است که توسط کسانی صورت داره میگیره که در قدرتن در ایران پس تو قدرت داری بچه که روسری از سرت برداشتی عزیزم تو قدرت داری که میگی ما آریایی هستیم افکار و اندیشه و شخصیت های تازی نمیپرستیم تو قدرت داری همه با شما هستن اون موقع که سال 1988 بود اینجا فوتبال بود من این تجربه کردم بچه های ما رفته بودن با فروهر و اینا تو تمام مسابقات تمام شهرهای فرانسه در دست ما بود بعد یهو یک دیدم بچه های ما رفته بودن یه جایی یارو اومده بود فروهرها کشیده بود پایین دعوا شد و اینا من رفتم شهربانو رئیس تیم بود اون موقع الان آمریکاست من خودم دیگه رفتم تو دیدم توی جایگاهی بود که جمهوری اسلامی قرفه زده بود حالا همه بالا قبل عکس خوبینی بود همه بچه‌ها بودن پایین عکس فروهر زدن دیدم یکی اومد میگه آو کم تو بیا بعد بچه‌ها داشتن دعوا میکردن من رفتم فقط همینو گفتم گفتم سب کنیم به دوستان خودم بچه‌های خودم گفتم با این بابا کاری نداشته باشه این نمیفهمه این عرب فارسی هم بلد نیست برای همین که اصلا نمیدونی فروهر یعنی چی اینا عربن استخدامشون کردن اینجا بیان کار بکنن گفت نه آقا من ایرانی هستم
گفتم خب اگه ایرانی هستی احمق، این که فروهر نشان آریایی ایرانیته، تا اگه افغانی هم هستی، عراقی هم هستی، باید ببینید که شما قبل از هر چیز ایرانی هستید. تا من این حرف زدم که این عرب بوده و خود شما که من این عقب رفت، بخواهم این به شما بگم، بحث باید بکنین، دفاع باید بکنین، تحلیل باید بکنین، روشنگری باید بکنین، ننت بابات رئیست هر کسی هست. وقتی که تحلیل دادیم و پسر خودش شعقب کشید، بعد یک کسی که رئیس سینا بود اومد جلو، آقای بهشتی اسمش میگم، آقای بهشتی اون موقع رئیس میراث فرهنگی بود و ایشون تشفه بردن جلو و از بچه موز خواهی کرد، گفت فرور باست، گفت این تیشرت ماست. شهرمانو گفت آقای بهشتی، گفت بدید من تیشرتت کادمی دیم من، گفت بله بشرت که بپوشید، گفت پوشید، داد بهش، گفت خب منم بس به شما حالا کادو میدم شما بپوش، گفت باشه بده، رفت و یک تیشرت آورد جمهوری اسلامی آرمشتش بود، گفتم بگیر، گرفت، گفتم ولی بچه من اینو نمیپوشن، کادو دادی میگیریم، ما میریم بیرون میدیدیم تو مسترها، ولی به تو احترام میذاریم میگیریم. گفتم نه، تو ایرانی هستی که میگی، تو که ایرانی هستی، بابات هم اسکه ایرانی بود، تو ایرانی هستی، حتی سیدی ایرانی هستی، تو ایران به دنیا آمدی. این خرچنگ میگین الله، اولا که الله بوت عرباست، به ما هیچ ربطی نداره اگه الله هم باشه، دوباره این الله یه آرم سیکای هندوستانه، نیاکان خمینی، خمینی از سیکان، با سیکای ما مشکلی نداریم، قدرت دارن، خیلی قوی، خیلی انسانن سیکای هندوستان. گفتم این رو باید میبرد تو هندوستانش پرچم میکرد، پرچم ما شیر خورشیده. پذیرا فرزین عزیز، این جدیدترین کارش، امروز هم که دیدین تمام طی روز ترانه‌ش رو پخش میشد در مرکز شهر لیون و خودش هم که ما ماشاءالله امشب میبینیم به شاهد میشد. It will be a very good match. Allez la France! Allez la France! And allez Iran! Allez go! Allez Iran! C'est un chanteur iranien. C'est un chanteur persan. C'est vrai? Oui, c'est un chanteur. C'est Iranien, Demi Sosa. Ah, ok. C'est solidaire. Yes, you are Demi Sosa. Good luck! Good luck! Good luck in America! Good luck Iran! Good luck Iran! Good luck America! Yes! France or good French. کار جدید که هست کاسید است که برای تیم ملی ایران خوندم و همه مردم گل از تیم ملی آنگاه دیگه هم توش هست که اسم این کاسید است ایران که از پوشگاه آقای عباسی و فرده میتونین دریافت کنید. کاسید است استثنایی. ایران خوش شده. ایران میشل ششمازر آهنگسازشه، تنظیم کننده شم آقای مرسی ششمازره و شش هم هوینو شده و آقای حسین جانگیر. فرزین عزیز رو در استادیوم میبینیم، استادیوم لیون هست، میخواد بره تماشا بکنه. من یه چهره‌های پیروز بود و نبودشون هست مدیون نسل دیروز، نسلی که با کلانی روشن و عادل خانی چیزادگان و پروین گلیچ و آشتیانی بهزادی و حجازی هزاری و کاشانی. ایران ایران بزرگ شد و درخشید در مرز قهرمانی، با افتخار شهرت جهانی. حالا از اون سالهای جاودانی، از نسل حشمت مهاجرانی، مونده برامون یه علی یه دایی، در خط حمله میکنه خدایی. باقری و عزیزی حرف ندارن تا وقتی مهدوی کیار دارن، دروازه نکیسه مثل شیره، آب ساده تو که نیست نگیره.
دشت دارن نسلی که مثل پاره های تن بود خودش یه پافدایی وطن بود ایران 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 ای نام جاودانی ایران 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 ای نام جاودانی با اینها ما موفقیم ما پیروزیم و اونجا اصلا دیگه شهر دست ما بود بارها گفتم بازم میگم که بفهمید شما نمیشه فیلمی از مسابقات جام جهانی 1988 ببینی در لیون باشه هر که شهر فرانسه باشه تو حتی داخل استادیوم و این کلاهای فروهر و کلاهای میترایی ما رو ایران 7000 سال پیشینه تمدن رو توش نبینی هست ناچارم نشون تو میدم خب اینجا کسانی که به ایران میاندیشن اگر با ما نبودند اگر با ایران اهورایی نبودند ایران از همون قدیم هزاران سال پیش تازیان نابود میشد پس بدانید که شما اون کسی هم که میاد جلو جلو میکنه باز با تویه بگو تو مگه عربی تو مگه تازی هستی از نمی زنی این لباس که تو پوشیدی لباس صحراگردان عربه که خودشون دیگه نمی پوشن خودشون دیگه نمی پوشن تو چی میگی زن اینجوری اینا رو تغییر کنید صحراگردان رو امسال اینا 90 هزار نفر بعد اینا با هم ساختن دیگه الان پسرم ما علنا با هم صلح کردن دیگه بدبختا بیچاره برای همین تا شورش بعدی که باز نبرد خیابانی خواهد بود شما بایستی برای رسیدن به استراتژی سرنگونی نظام از تاکتیک های تازهی بهره ببرید تاکتیک های نظام همین است که اونهایی که در قدرت هستند و ایرانی هستند رو ازشون پشتیبانی کنید از کانال اونها برید یعقوب لیث سیستانی رو بارگاهش رو دوباره بسازید از کانال اونها برید وقتی که تو سبزوار یه جوونی میاد اراذل و باش حزب الله رو میزنه بعد میزنن میکشنش بعد میگه این شهیده ایرانی که دفاع کرد از دختری که روسری نداره و اون عربه داشت میدزدید ببرتش بهش تجاوز کنه باش درگیر شد رو میگه این شهیده شهر سبزوار به سوکش میشنه به سوک کسی که مدافع دختاریایی بود الان تاکتیک پشتیبانی کردن از نیروهای ایرانیش در درون هرم ایران قدرت در برابر علیران تازی که این جنگ الان علنی شده این جنگ رو باید دنبال کنید جنگ علنی شده در همه ارگان ها بارها من به زبان بی زبانی گفتم همین رضا شاه روحت شد از کی تو ایران راه افتاد با برنامه بود الان تظاهرات پاریس رو کردن علکی تو تمام شهرها اینا برنامه از تشکیلات دارن با تشکیلات با فکر این کار میشه یک نمونه دیگه که بدونید قدرت با شماست سینمای ایرانه من بارها به شما گفتم که در سینمای ایران یک سازنده فیلم که حتی یارو هنرپیشه امکان داره نفهمه میاد 2 ساعت 4 ساعت 50 ساعت یه فیلم و یک سریال میسازه که فقط بگه تقلب الله تقبل الله نگه بگه تقلب یعنی تقلب کرد الله همین به تو بگه یا مثلا بگه که آقا یارو مست نشسته داره نماز میخونه بیچاره بدبخت و هزار مورد دیگه که بهتون نشون دادم من حالا تازه ترینش مربوط میشه به 3 تا فیلم که از تو 3 تا فیلم بچه ها اینو در آوردن ببینین چجور هم کار میکنن اینا زحمت میخواد تو باید فیلم ساز باشی که بتونی این کار بکنی 2 دقیقه در میرن 3 تا فیلم پوست شیر و 2 تا فیلم دیگه از توی 3 تا فیلم این تکه در اومده سرنوشت امروز تو رو داره میگه بدبخت قتل و کشتار رو داره میگه شما دارین پشتیبانی کنین اینا رو پخش کنین تو شهر بزنید تو سر اون دختر نشونش دادیم نه هنوز نشونش بدیم ببینش چه دست بودی به هم داده من طبق قانون به وظیفه هم عمل کردم احمق بیشعور نفهم قانون برای اینه که جونه بچه های مردم حفظ بشه نه این که جنازه شون رو تحویل پدر و مادرشون بدی احمد واقعا خواهی تو سرت کنم که این بدبخت و ساده ای که نمیفهم اینا دارم رو بعد جلوه میدن اینا میخوام نه تو آب روی هرچی مؤمنه رو بردی تا
تو آبرو بردی که به اسم اسلام و دین فقط میخوای استفاده کنی تا خودت فقط توجی بشی. بلنش برو گم شده. بلنش برو حرف بزن. چی نوشتی شما؟ کجا خواب میکنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از بیز نداری خواب. من به کی التماس کنم؟ فقط یه دفعه دیگه دخترم رو ببینم. از چجوری رو پا وایستادی؟ چجوری داری نفس میکشی؟ تو مگه چند تا جون داری؟ چرا نمیمیری پس؟ من اگه جای تو بودم تا الان هزار وقت خودم رو کشته بودم. تو خجالت نمیکشی؟ مردی سر و صدا نکن. گفتم بعضی حرفا گفتنش آسونه اما عمل کردن بهش سخت. امیدوارم ایش وقت در شهر اصلا برای قرآن نمش نکنی بچه هم از قرآن متنفر بود. وصیت نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما. از دین عنکبوت شاهرگ پوستش شهر حال تو رو داریم که بدبخت. حالا میکنم داری 50 سال سریال ساخته که همین رو به تو بگه. تو ایران باید بلند شید از اینا پشتیبانی کنید، روز روز اینا رو پخش کنید، اینا رو باید پخش کنید. روحیه میده، شجاعت میده، قدرت میده به شما. به اون یارو که زنه فاحشه‌ای که فاحشه جمع کردن ابا عمامه انداختن رو سرشون، عمامه همون روسریه، روسری با عمامه فرق نداره، ابا با چادر فرقی نداره، این یادتون نره، این همش یکیه ها. او یارو آخ شیخ آخونده ابا مندازه، زنه چادر مندازه، چادر همون عباس. او روسری سرش میکنه، او میاد عمامه رو میچوبی پیچونه، گندش هم میکنه. اینا همشون یکیه، ابا عمامه است، لچک چادره، ربطی هم به تاریخ ایران نداره. خب شما اینها رو بایستی قاطع بگید بیگانه برو تو کشور خودت، به اینا بگید بیگانه برو تو کشور خودت. میرون خجالت میکشه دیگه از اون 10-20 دلار هم که بهش میدن در ماه که بیاد شما رو مزاحمتون بشه. بعد هم وقتی بخشی از قدرت با شماست، بخشی از قدرت با شماست، یادتون نره. اونهایی هم که احتیاج به رأی دارن که رأی نگرفته میرن تو دکون جای خود داره. شما ذکاوت استراتژی جدید همینه، با عقل و درایت و هوش بایستی بتونید انیران را از ایران بیرون کنید، از میدان سیاسی بیرون کنید و مطمئن باشید که وقتی زمینه مساعد بشه، چون الان اگر یه قدرتی بیاد، یه ناجی بیاد، یه رهبری بیاد، یک شمشیر بیرون بکشه بشه رضا شاهی و یعقوب لیث سیستانی که بخواد ایران رو تصفیه کنه، 5 میلیون کم کم کشته میشه. منم اینو به شما بگم که بدونید الان اگر بخواد با خشونت 5 میلیون کشته میشه. اما اگر شما روشنگری رو شروع بکنید، روشن کنید اینا رو که اینها عرب هستن، تازی هستن، نه ایرانی هستن، ضد ایران هستن، ضد ایران آریایی هستن، ضد یعقوب لیث هستن، ضد کوروش هستن، ضد شاهان ایرانی هستن، ضد شهریاری ایرانی هستن. تو خود عربستان سعودی دیگه این چیزا رعایت نمیکنه، اینجا دارن میگن. اونجا روشنگری که شما بکنید، از سپاه اونا که کم بکنید، همون از سپاه اینا که کم کنید میرن علیه اونا میشن. تمام خیلی از بچه ایرشا بگم بدونید اگر نمیدونید، خیلی از بچه هایی که توی جنبش های سالهای اخیر، شورش های سالهای اخیر اومدن کشته شدن جانشون، اینا خیلیشون بسیجی بودن. چون بسیجی فرمان تو میری مدرسه بود، بسیج کارت بسیجی رو باید بگیریم تو مدرسه. حالا مثلا خصوصی بری، پولدار باشی، اینا جای دیگه میتونی نگیری، ولی هر جای کارت بسیج باید بگیری. مثل جیره بندی میکنن، چه میدن کارت جیره بندی. بچه ها اینجوری بودن، همه که کشته شدن دارن برن برای ایران. حرف نیست، عمل، جایگاه عمل، عمل. بچه های ما همه مجیدن، همه محسن شکاری ها.
این نکته مهمی است. وگرنه اینا با هم ساختن. شما در نظر بگید امسال 90,000 تا هپلو هپو چکلی مگول یا 90,000 تا خانواده چون سال کم شدید یه میلیون که میرن حج رفتن حج با همه موارد رفتن حج دوام هست دوام. یکی از آخوندان گفت آخو ما میخواستیم فتوا بدیم حج نرین دیدم همه یارو که آبدارچی ماست شب میاد سرمان میبره گفتم خب عوضش کن یا آبدارچی دیگه بیار گفت اوکی رانندم گفت این همه خرن یارو فقیهه عالی گفت اینا خرن گفتم ما راننده تا از من گفت نمیتونی که تا کجا میتونه تعدیل اینا بخون اونا جلو ما که میشینم گفت اگر هر جمعه خواستم تحریم کنم حالا یک مشت چی بگم 90,000 نفر رفتن حج بعد عربستان سعودی برای که میخواد خیلی نشون بده که با ایران رفیق دیگه با پسرمون مشتبه دیگه ما حال کردن با هم با پسرمون مشتبه محمد بن سلمان خودش اسلامو گذاشته کنار اومده 90,000 تا 90,000 تا چمدون قرمز درست کرده تو اینا کلی آتشخال و فلان و کادو به هر حاجی ایرانی ببینید به خود عربستان درست 90,000 تا از اینا کادو حجاج بیت الله یا مع حملت الدیری هذه الشنطه اللي بتحصلون عليها ان شاء الله توزع عليكم يوم السبت طبعا داخل الشنطه الكبيره في شنطه اصغر منها شويه وهذه مخبيات موجوده طبعا مطارة الماي هذه مطارة تحتاجون ان شاء الله هنا اثناء الحج ستاند للتليفون طبعا هذه مثل بوك شاملة الاغراض هذه القرابات والمقاس طبعا هذه حق السيارات او حق الطيارة للرقبة انباقي طبعا يوجد ادعية الطوار وايضا هي في كتاب هدايه الناسك في احكام المناسك في جميع الاحكام اللي تخص الحج ومناسك الحج قبعه ايضا هذه الكيس للجمرات وايضا هذه الاكياس تحتاجونها حق ركوب الكرامه للاحذيه وايضا توجد فوطه بالحجم الكبير في شنطه كتف وايضا في شنطه لشنطه الظهر وهذا الشيء تحتاجونه ان شاء الله هناك في للتسوق في باريس يبقى 17 ساله 25 ژوئن میره دادگاه به خاطر تخلفاتی که انجام داده میگن آقا تو برو فعلا ماه سپتامبر بیا تا ما حکمت بدیم این بچه که طفلی مشروب اینا نمیخورده مستینا هم نمیکرده ولی بچه چرا قرمز رد میکرده ماشین سوارم شده بدون ران تصدیق و اینا از مسیر ورود ممنوع تو خط اتوبوس داره میره پلیس میاد میگیرتش تو آمریکا وقتی پلیس تو نگه میداره به دست تزی روی فرمون که ببینه موتور ماشین رو باید خاموش کنی تو به جور باید حرف بزن اگه دستت پایین باشه از هم پشت میزنه تو رو قانونه این قانونشونه حالا این تفلی جوری بچه بوده یا نبوده بعد پلیس رو نگه میداره بعد شروع میکنه به پلیس فحش دادن و فلان و فلان بعدم گاز میده میره رویام تیر میزنه میکشه حالا کشتن اینجا ممنوعه اصلا اعدام حکم اعدام نداره همینا جای خود من میخوام به تو بگم پدر عمو برادر بی غیرت یه بچه ای که متخلف بوده زدن کشتن مملکت سوزوندن بیش از 1000 تا شهرداری پلیس چرا آتیش زدن چه کردن بعد وقت بی غیرت از 1400 دو سال پیش تا الان به دختره شما تجاوز کردن به بچه کوچیک شما تجاوز کردن خود شما رو کتک زدن سر به زیر دارید را میدید غیرت ندارید بی شعور دیگه اینه به اونهایی که فریختن نمیگم ها به اون تازی هایی که تو ایران هستند و سیاهی لشکر اینا ها میشن دارم میگم من مردم ایران رو میبوسم رو سرم میذارم مردم ایران رو پدر، مادر، پیر، جوان ولی اونهایی که میان یک میلیونم از اینا میترسن یک میلیونم حقوق بگیری نمیشن میشن 3 میلیون بین 86 میلیون میترسونم شما رو بر باطل خودشون ببینین چه میکنن شما در حق خودتون سکوت به قول آریامهر
از کسایی که در حرم قدرت هستن و ایرانی میاندیشن و میگن مکتب ایرانی پیش از اسلام، میگن اول مکتب ایرانی و از ایران سخن میگن و تقویت میکنن ایران رو، اینها رو تقویت کنید و بیشتر بال بدید. تاریخ 7000 سالتون رو باید بیارین توی میدون. 7000 سال تمدن که بگی من دارم، وقتی این حرف رو بزنی یارو میفته زمین در برابر تو. پرنسس لیلا پهلوی من میگفت، میگفت من هر جا میرم، تو هر فرودگاهی جایی میرم، اول وارد میشم، چون پاسپورتش رو نمیخوام میگم، پاسپورتش چجور بود، بله جدا از پاسپورت تولد میزنه ایران، اینجا دیگه تو مشکل داری. میگم قبلی که پاسمو در بیارم، یاسبام میذارم رو میز، تقویم 7000 ساله رو میذارم، یارو میبینه ای 7000 years، میگه این چیه خانم؟ میگه من پرسم، این تقویم منه، تقویم ماست. یارو میگه تا ورق میزنی میگه آه پرشیان پرشیان. خارجی حال میکنه، خارجی حال میکنه، غیر ایرانیه. 7000 سال تمدن داری، اینا 1400 سال پیش هنوز بچه های خودشون میکشتن، که دکتر بود الان هم میکشن. الان به شما نمیگم، الان در اکثر کشورهای اسلامی تو رو بچهش دختره یا زنه رو ول میکنه میره، زنه رو ول میکنه میره چون دختر زایده، یا یه جوری دخترشو میکشه. اینا نمیگن که شما نفهمین، ولی ایرانی از 7000 8000 سال پیش زمان ایلامیان زن فرماندهی میکرده، برای همین که الان زنان ما رهبران آزادی بخش ما هستن و ما رو آزاد میکنن زنان ما. دارین شما شما دادستان صالحی داده، که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاطمه دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی، پس اصلا چیزی نمیبینم که راحتم بذاره، 100% با من لجه. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندان نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باش، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب توی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش، پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای صدای من باش، صدای همدیگه باشیم، باید متحد باشیم، نباید از به ترسیم. نه هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یه یلدا آقا فضلی افتادم، گفتم اون دختری که همسن منه اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟ پس منم اظهار پشیمونی نکردم. اگه روزی من زندان رفتم یا روزی من دستگیر شدم شهید شدم یا هر چی، شماها باید زنهای ما ایران رو آزاد میکنن. حالا که میدیر میشه بزنین بدن همشون رزمی کار بشن. بچه ها شما که رزمی کار هستید، رزمی کار دخترها رو، پسر جوون رو با پول ندارن، اینا خیلی هاشون با هزینه خیلی کم باشگاه بگیرید. اونایی که خیرن میخوان کمک کنن، سالن‌های بزرگ دارید در اختیار اساتید رزمی کار بذارید، جودو، کونگ فو، کاراته، کشتی، کج، بچه‌ها یاد بگیرن. رزم بعدی رزمی است که این بچه‌های شما که کوچولن گنده‌تر میشن و اونجاست که چیزی برای اون نمیمونه و رژیم هم هر کی باشه، هر کی باشه مجبور میشه کولشو بذاره پشتش بره، وگرنه مملکت مشتبه الان در زمینه رو مساعد بگن که مشتبه خامنه‌ای تمام چیزاش آماده کرده، فقط مونده سپاه که همه نمیپذیرنش، اون نیروهای ایرانی، اهل ایرانی، اهل ایرانی، اونها که نمیپذیرن و بین خود چه قهرمان ندارن، باید یه قهرمان باشه که بیاد برای ایران تازیان رو بذاره کنار. قهرمان رو باید باشه، وقتی هم قهرمان میاد شعارهای آریایی ایرانی میده، هر کجاستید باید ازش پشتیبانی کنید. الان هم هر کس اومد شعار ایران رو داد پیش از اینکه بخواد بگه اسلام و مسلمونی و فلان و اینا، شما پشتیبانی کنید، تقویتش کنید، دست بزنید، موزیک، رقص، شادی، رقص و آواز شادی رو ببرید. برای من فیلم های رسیده، من به خاطر مسائل امنیتی نشون نمیدم، خانم های بالای 60-70 سال توی اماکن مقدس مذهبی اینا، مقدس برای ایناش برای ما که نیست،
مثل حرم امام رضاشون، شاه عبدالعظیمشون، شاه چراغ و حتی کربلا، حتی کربلا و نجف. پیرزنه داره جوری میرقصه، پشت سرش زرهه، فیلم رو گرفتن ازش. بعضا خواستم پخش کنم، من نمی کنم به خاطر اهمیت اون زن شجاع. بعدم گفته سیاوش اوستا مادر بزرگه، میگه نوام داره فیلم بگیره، من میخوام این فیلم من تو پخش کنی که برگردم ایران منو بکشن تو کربلاست. برای ایران کشته بشه، من فردا میخوام بمیرم که. از تو خود ایران، تو مساجد، تو جای دیگه همه یعنی اینو میگم امروز اینجا که بدونید فیلماتون به دست من میرسه، همه هم رسیده. و ولی من پخش نمی کنم به خاطر امنیت، چون دلم میخواد تو 90 سالته، 80 سالته، 70 سالته بازم زنده باشی. به شیرزنانی مثل شما ایران احتیاج داره. من چرا پخش کنم که فردا میان بگیرن اذیتت بکنن، یا حتی همون همسایه‌ت کار کنن بیاد اذیتت کنه، سم بریزی تو غذات. ولی سپاسگزارتونم، دستانتون میفشارم، نه میبوسم مادر عزیز، مادر بزرگ جان، رو سر اینقدر سر برداشتن برای من فیلماشو فرستادن، من پخش نمی کنم. الا اینکه خودتون پخش کنید اولین بار، دو بعد ما میگیریم پخش بگو. برای وقتی برای من میفرستیم میگیم پخش کن، من چون دوستتون دارم و زنده بودن شما رو میخوام، و نه که آزار و شکنجه شما توسط شب پرستان پلید بیگانه در ایران است، پخش نمی کنم. ولی وقتی خودتون پخش کنید روی شبکه‌های اجتماعی، ما میگیریم باز پخشش میکنیم با کمال میل. ولی نمیخوام، حتما اینو متوجه شدید، بارها اینو گفتم، دلم میخواد ایرانی بمانه. توماج عزیزم و توماج ها دلم میخواد از زندان آزاد بشن. من خیلی دلم میخواد توماج از آزاد بشه، بیاد تو کوچه خیابون کاراش دنبال کنه و باشه. حضور شما در میدان بهتر از اینه که کشته بشید دست این پلیدان. اعتراض کردن یه چیز قانونیه، تو داری از ابتدایی ترین حق شهروندیت استفاده میکنی، صحبت کردن، حرف زدن، نقد کردن، اعتراض کردن، یعنی حرف ما اجازه نداریم بزنیم. یه چیزی رو میخواستم اول درباره خودم بگم. ببینید من نیومدم کار خیلی عجیب غریبی انجام بدم، نیومدم مبارزه مسلحانه بکنم، انقلاب بکنم. رب اینجا به نظر من باید توی یکی از تکسام هم تقریبا یه سال پیش خوندم توی کار چه میگم رفیق، رب قلمه، مفهوم میطلبه، بازی میکنه با مغز، رو بیترقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه. خب بسه همتون سیاه و شعبستا، دستان گرم همه رو میفشارم. تا برنامه دیگر بدرود میگم بهتون و تلاش های دیرین برادرم مهندس امیر شجره در راستای رساندن خردگرایی و روشنگری و آگاهی به خانه های شما تک تک، ازش من سپاسگزاری میکنم از طرف شما. بابو سومر بدرود. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer.